ما اصطلاحا اسم این خداموز یا مجموعه خداموزی رو که دارید میبینید رو گذاشیم فانال کات پرو در سه روز یا فانکات کات پرو سه روزه علتش هم اینه که توی سه روز شما میتونید کار کردن با فانال کات رو یاد بگیرید و تجربه بکنید روز اول چگونگی وارد کردن فایل های مختلف به فانال کات کپچر کردن وارد کردن فیلم وارد کردن عکس و امثال هم روز دوم کار کردن با فانرکات و روز سوم چگونگی خروجی گرفتن از فانرکات رو با هم میبینیم مسلما قسمت دوم که کار کردن با فانرکات از قسمت اول و آخر یه مقدار طولانی تر خواهد بود اما شما بعد از دیدن این سه روز میتونید خیلی راحت با این نرم افزار کار بکنید و تمام کارهای روز رو البته تو زمینه تدوین باهاش انجام بدید بدون اینکه مشکلی داشته باشید البته اگر میخواهید از فانکات چیزهای خیلی بیشتری بدونید و در مورد جزئیات این نرم افزار بیشتر مکاشفه بکنید شاید بهتر باشه که فانکات پرو ادونست شرکت رادان رو ببینید توی فانکات پرو ادونست توضیحات خیلی بیشتری در مورد تمام این منوها و موارد دیگه توی فانکات داده خواهد شد خب اولین چیزی که ما توی کات وقتی باز میکنیم و میبینیمش و تنظیم بکنیم چه چیزی هست؟ قبل از اینکه هر کاری انجام بدید قبل از اینکه هر چیزی رو وارد فاینال کات بکنید بهتر شما بیاید توی منوی فاینال کات ایزی ستاپ و فرمتی رو انتخاب بکنید که می‌خواید باهاش کار بکنید و خروجی بگیرید به طور مثال من میدونم که استاندارد تلویزیون ایران پال و 25 فریمه در واقع پال 25 فریمه منتها خب ممکنه شما فرمت های دیگه هم بخواین کار بکنید اما ممکنه شما پال نخواین کار بکنید ممکنه بخواید فرزن HD کار بکنید و از HDV 1080p که 25 فریم در واقع 25 فریم هست استفاده کرده باشید ممکنه شما بخواین از تصاویر NTSC استفاده بکنید در هر صورت تمام تنظیماتی که شما برای تغییر دادن فرمت هاتون نیاز دارید توی منوی فانال کات و ایزی ستاپه به محض اینکه من از اینجا ستاپ رو بزنم و مثلا بیام روی پال دیوی پال و فریم ریت رو انتخاب بکنم و ستاپ رو بزنم یه تغییر خیلی کوچولویی شما میبینید که البته خیلی نامحسوسه ولی انجام میشه من اگر الان روی این سیکونس هم باشم یا در واقع سیکونس رو انتخاب کرده باشم شما ببینید هر قسمتی که انتخاب شده باشه نوار خاکستری بالاش روشنتر میشه اگر تایملاین رو انتخاب کرده باشم که همین سیکونس همه و کامند صفر رو بزنم یا بیام سیکونس ستینگ میتونم به تنظیمات تایم هم دسترسی داشته باشم اگر شما قبلا با فرمت دیوی و پال کار کردید این تنظیمات براتون کاملا آشناست کمپرسور دیوی پال فریم ریت 25 فیلد لوئر پیکسل اسپکت رشیوی پال و حالا تمام تنظیمات دیگه اوکی میکنم و از اینجا بعد میتونم با سیستمم کار بکنم